من اجازه سی سوالی بپرسم. 40 سال ما حوزه های علمی همون فعالن، دانشگاه همون فعالن، فقه همون هستن، مراجعمون هستن. خب چی؟ خروجیشون رو شما بگیدین که هستن که حق ایجاد نمیکنه. یعنی هیچ حرفی بگید. و هیچ قرائتی شما بفر نمیگم. ببینی حرف زیاد زده شده، اما راجع به اصل انسان حرفی که بیاد مبنای عمل توی نظام اجتماعی قرار بگیره کدومه؟ شما به من بفرمایید. یعنی هیچ حرفی تولید نشده. الان اقتصادی نه، من دارم از شما سوال می‌پرسم. شما که نقد می‌کنین میگید که آخه شما این اقتصاد ما الان بر پایه کدام تعریف از انسانه؟ انسان سرمایه‌داری، انسان سوسیالیستی یا انسان لیبرال؟ کدام انسان؟ انسان اسلام؟ اینه واقعا؟ نظام اجتماعیمون چی؟ همین نظام رسانه‌ایمون. یعنی شما الان تو رسانه هستی، در واقع مسئولین رسانه اول میان میگن آقا تعریف ما از انسان اینه ها، بر این اساس شما رابطتون با دیگران تنظیم میشه، اخلاق رسانه‌ایتون تنظیم میشه. نیست برادر من، تعطیل شده. شاید متحری بود، شاید نام کی بود، اینا همه رفتن دیگه، بعدم تعطیله. افرادی حرفای پراکنده زدن اما نوعا به انسان وارد نمیشن، چون انسان اسلام خیلی متعالی است. جایگاه انسان در منظر خدا خیلی بالاست. انسان الان زیر دست و پا له شده. چی باقی مونده برای کسی در کل دنیا؟ تو ایران هم همینطور. حالا مردم چه کرامتی دارن؟ آقای دکتر من برای 1 کیلو گوشت باید بره 500 واسه تو صف، کرامتی براش مونده؟ خب اجاره خونه‌شو ندونه بده، کرامت براش مونده؟ شرمنده زن و بچه‌شه، کرامت براش مونده؟ چه کرامتی مونده؟ خب این کرامت، این کرامت انسانی که حضرت عالی بهش اشاره می‌کنید، در دوران ریاست جمهوری خودتون رو با همین نگرش سعی می‌کرد دولت‌های اداره بکنید؟ با همه وجودمون ما تلاش کردیم، مون تا دولت در محدوده خودش. واقعش ما زورمون به بقیه نرسید، تو واقعیت زورمون نرسید دیگه. خب مدل اقتصادی شما تو دولتتون چی بود که مبتنی و همین منشور بهار ادامه همون تفکر و سیر تکوینی شد؟ ببینید ما اینجا میگیم ثروت مال مردمه، که اما الان دیدگاهی که حاکمه چیه؟ ثروت مال حکومته، اگه خاص میده ببر و با منت سنگین. ولی اگه ما اینو باور کنیم که ثروت طبیعی که تو منشور اومده مال مردمه، اون وقت مردم رو میاریم همه رو انباشت کنیم تو یه تیک زمین به نام تهران، 9 میلیون نفر، یه انسانی که باید وقتش رو بذاره برای کمال خودش، برای شناخت خدا، شناخت انسان، تجلیگری اسماء الهی، 40 سال 50 سال باید بوده برای 50 تا آپارتمان. خب معلومه مبنا غلطه دیگه. خب این همه زمین هست در کشور، برای کی گذاشته خدا؟ برای کی گذاشته؟ غیر از همین مردم؟ خب ما طراحیمون رو عوض کنیم، دانش هم به ما کمک میکنه، تأیید میکنه نظریه ما رو که آقا این مدل شهرسازی غلطه. تمام ثروت کشور رو انباش کردیم در تهران. در تهران مگه میشه تولید کرد؟ شما چند باری دست کرد؟